خب اینجا هم که امین شفیع عزیز بازی داره، لست شانس هست، هره توشون هم حتما ایرانی نیست. خب نتیجه را خب سه دو. خب بچه ها این بازی رو فیلم میگیریم، نو پرابلم، خب مشکلی هم لحاظ حریفش نیست. جفتن چه خوبه بود امین. پشت دنس کرد چون یک جفت پنج خیلی خوب آورد، هم نشست، همین که دو تا پشته گرفت از امین. امین هم الان اینجا دنس نمی کنه میشونه پس کرد. جفت پنج سوپر جوکر بود آقا، من یکم فاصله گرفتم چون احتمال داره که این حریفش فارسی نمیدونه شاکی بشه. بچه ها بازی اساس و این بازی رو دیگه فیلم نمیگه، خب میکنم اونجای بهتر باشه. یه سانه دوست خوبه بکنی حالی جوی موفق باشی. حریفش هم که تیپ خیلی خاص و باقی شو توی گلکسی یک بازیکنی هست که تقریبا فکر می‌کنم الان بعد دوم باشه یا اول، من جدیداً چک نکردم تا اول یا دوم، به اسم زد زد یا دقیقاً نمی‌دونم اسمش میشه ولی زیسکا. بعد ایشون واقعا جوون هم هست ولی به شدت بازیکن خوبه و باهوشه و مثلا کمش الان جزو نوابق تخت نرده. خیلی پسر با اخلاقی هم هست.
و همونطور که گفتم متاسفانه روز آخره و جدول اصلی ایرانی همه هست شدن. آخرین نفری که بود و هست شد شیرین بود که متاسفانه ایشون هم هست شد. کلا واسه ایرانی ها تورنمنت خوبی نبود. خب بچه ها بالاخره امین شاولی زاده رو بیکار پیداش کردیم. امین جان بشین بیزمت. خب امین که همینطور که میدونین قهرمان هشتمین دوره مسابقات استانبوله. امین جان خودت بگو از مسابقه ها. مسابقات تعداد بازیکن ها خیلی زیاده و لاک باید خیلی بود بالا باشه دیگه تو اینجور تورنمنت ها. بعد سطح تورنمنت هم خوب بوده، بازیکن های خوب زیادی از همه جای دنیا شرکت کرده بودن. بعد ما هم که جدول اصلی رو حذف شدیم اول، بعد تیمی جزو 5 تا تیم بودیم اونجا باختن. بعد سطح تورنمنت هم خوب بود، بچه های ایران هم خوب نتیجه گرفتن، تو تیمی هم اکثر هم اومدن بالا. از 10 تا تیم بالای جدول فکر کنم 3-4 تا ایرانی بودن. بعد جدول اصلی هم الان فکر کنم 10-12 نفر مونده بودن، 2 تا ایرانی بودن. ایرانی ها نتایجشون خیلی خوب بوده و تو 4-5 دوره اخیر هم 3 تا قهرمان از ایران بوده. بعدش هم تورنمنت خوب بود دیگه. خب شما چند برد و چند باخت؟ من همون اوائل هست شدم. اوائل هست شدی؟ میگم این تورنمنت بچه ها چه تورنمنت خوبی نبود واسه بازیکنهای ایرانی متاسفانه. ما الان هیچ کی رو نداریم صد جبه. یک شیروین بود که اونم باخت. آره شیروین هم باخت. تورنمنت خوبی نبود واسه بچه های ایرانی. تورنمنت هم واقعا سخته دیگه، چون یه طرف قضیه لاکه، بعد هم اینکه تعداد شرکت کننده هم خیلی نیست. 610 نفر شرکت کننده بود، شانس مقام خیلی کم دیگه. بعد همینجا این پوینت هم آوردم پایین، فکر می‌کنم یک بزرگترین ضعف این مسابقه ها بود دیگه. به نظرم اوایل مثلا راندای 1 و 2 و 3 مثلا 7 پوینت بود، بعد مثلا 9 پوینت کردم خیلی بهتر بود. چون همه جای دنیا تورنمنت های مثلا قبرس، مریت، مونت کارلو همش این شکلیه که اول از کمپ شروع میشه، راندا که میره بالاتر پوینت ها رو میبرن بالا. چون به خاطر اولا که شرکت کنندش خیلی زیاده، هیچ تورنمنت تو دنیا الان روی جدول 600 نفر نبوده. بعد اینا هم مجبور بودن که آقا جدول رو یه جورای جمع کنن دیگه، 3 روز تموم بشه. ولی به نظرم هم میتونستم مثلا مثل سالهای قبل که من شرکت کرده بودم راندای اول 9 پوینت بود، بعد راندای بعدی 11 پوینت. من الان 5-6 نفر مونده دیگه. اگه این کارو میکردم فکر کنم تا شبم تموم میشد. بعد همیشه این تورنمنت سه اسبی بوده یا جدیدن سه اسبی شده؟ نه از اول که من شرکت کردم از 4-5 دور قبل سه اسبی بوده. اونتا میگم دیگه راندای اول 9 پوینت بعد 11 پوینت شد، سه راند اول 9 پوینت بود بعد 11 پوینت. حالا این دوره کم شد دیگه به ضرر بازیکنهای خوب. انشالله امین جان تورنمنت بعدی قبرس اونجا بتونیم مقام بیاریم، هم شما هم بقیه بچه ها. ارادت دارم. ممنون مصاحبه کردی. دست در نکن. خواهش. و بچه ها امینو اونجا میبینیم تو هشتمین دوره.